سلام به شما، آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین. ما شما درس امروزی خود شروع میکنیم. درس ما درباره سرکت سویچینگ میباشه که دومین تکنیک است که در بخش برای کانکشن یا ارتباطات در چی در ون کانکشن استفاده میشه. در درس گذشته ما شما درباره ون نتورک ون بس کردیم و دیدیم که نتورک ون چگونه نتورک است و متد هایی که برای ون استفاده می شود، لیست بود و سرکت سویچ بود، پکیج سویچ بود، لیبل و همچنان سل سویچینگ بود. اینا تکنیک هایی هستن که برای چی به کار می رن برای ارتباطات ون. ما لیستش در لیست لاین کنکشنش در درس قبلی دیدیم و که به شکل پوینت پوینت بود و فقط مابین دو سشن که به شکل اختصاصی می باشه صورت می گرفت. حالا درس امروزی ما شما درباره سرکت سویچ می باشم. سرکت سویچ یک مدار مجازی بین دو سشن به شکل نهایی ایجاد می شه، سپس اطلاعات منتقل می شه. نمونه شبکه سویچینگ مداری شبکه تلفن میتونه باشه و در این شبکه بعد از برقرار ارتباط بین دو نقطه نهایی اگر ارتباط فیزیکی برقرار شده و طرفین میتونند به مکالمه و یا حتی انتقال دیتا بپردازند تا زمانی که طرفین به صورت کامل این ارتباط را قطع نکنند این مدار آزاد نخواهد شد. خب در سرکت سویچینگ طوری که از نامش معلومه یک سرکت یک جریان به وجود میآید و پیش از اینکه دیتا انتقال بکنن دیوایس ها مبین همدیگر کمیونیکیشن میکنن و چه سیگنال سرکت را جور میکنه، مسیر را جور میکنه، بعد از اون دیتا سند میشه و هرگاه دیتا ختم میشه تا اینکه دوی سشن ارتباط قطع نکرده در اون صورت جریان چی داره ادامه داره. خب مشکلات شما اینجا ببینید که وقتی سرکت سویچینگ اجرا میشه در سه مرحله اجرا میشه. اول سرکت استابلیش میشه، سرکت ساخته میشه و بعدا یک مسیر مشخص که ایجاد شد دیتا مرحله دوم میشه است که دیتا چی میشه؟ ارسال میشه، سن میشه که مرحله انفارمیشن ترانسفر میگه و مرحله سومش هم سرکت دیسکنکت است که وقتی دیتا سن شد باید سرکت چه شود؟ دیسکنکت شود. شما در شکل میبینید که اینجا از یک پی سی به پی سی دیگه یا از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگه یعنی تو یک جریان به وجود آمده که توسط رنگای آبی و سبز و سرخ نشان داده شده که به این شکل اول جریان صورت میگیره باز پکیج های تو پیام های و بسته های دیتا های تو سن میشه تا به اونجا برسه. یک پکیج، یک سرکت مشخص، یک رای مشخص وجود داره قبل از قبل ساخته میشه. نکات ضعف سویچینگ مداری یا سرکت سویچ چیه؟ یکی سرعت بسیار پایین است. چرا سرعت پایین است؟ به خاطر که وقتی دو دیتا دو دیوایس بخواد با هم دیگر کمیونیکیشن بکنه در داخل نتورک خب سرکت باید ساخته شود. برای ساختن سرکت وقت زیاد نیاز داره تا کمیونیکیشن سرعت بگیره و سرکت ساخته شود. به خاطر سرعت پایین میاره دیگه کانال اشغال میشه و تا زمانی که قطع نشه تا زمانی که خود از ناقط نکنه کانال جریان داره فرضاً سرکت جریان داره و این باعث میشه تا دیگر دوایس ها به نتورک دسترسی به چینل دسترسی نداشته باشه. نمونه ایش از جمله ISDN میباشد یا Integrated Service Digital Network است که به شکل یک چی است که نتورک است که به شکل سیگنال ها به شکل آنالوگ است و سابق استفاده میشد و حال هم در جاهایی که دور افتاده هست در شهرهای دور افتاده از این استفاده میشه اما از این فعلا استفاده زیاد نداره. این یک نتورک بود که از جمله پابلیک نتورک هست که به شکل چی کار میکرد؟ سرکت سویچینگ کار میکرد. و سومیش عبارت است از پکیج سویچینگ. در پکیج سویچ تلفن نتورک در پکیج سویچینگ تکنیکس
برخلاف سویچینگ مداری، مدار بین سیشن های نهایی برقرار نمیشه. وقتی یک احمد امرای محمود در داخل یک نتورک میخواه گرد بزنه، ایتونست که پیش از پیش برش یک مسیر جور شده و دیتا سین شده. به این شکل چی نمیشه؟ ما در سرکه سویچینگ فرزن در جامعه ما شما اگر ببینیم، وقتی یک وزیر از یک جای به جای دیگه میره، پیش از پیش برش خط سیر جور میکنه، فرزن سرکار خالی میکنه، بعد از او وزیر میایه و تیر میشه. سرکت سویچینگ این شکل همی تو کار میکنه. اول سرکار برش جور میشه، راه مسیر مشخص میشه، باز چی وزیر میایه و تیر میشه، به این شکل کار میکنه. اما در پکیج سویچینگ این کار اجرا نمیشه. در پکیج سویچینگ دیتا ها رو میگیره، به بسته های خرد خرد تقسیم میکنه و هر بسته را از هر را سن میکنه، از هر مسیر موجود سن میکنه تا به چی برسه، به مقصد برسه. و اینجا گفته که اطلاعات به بسته های کوچیک تقسیم شده و به همراه یک سری اطلاعات کنترلی به شبکه چی میشه؟ سویچ میشه. بنابراین این سویچ های مختلف باید با در نظر گرفتن بهترین مسیر پکیج ها را هدایت کرده و به مقصد برسانه. منابع شبکه درگیر برقراری یک مدار دائمی بین دو استیشن نهایی نخواهد بود. این سرعت نتورک بالا میبره، از یک طرف که کدام مسیر مشخص ایجاد نمیکنه سرعت بالا میره، و از طرف دیگه ای که از چندین مسیر دیتا را سن میکنه، به خاطر چی است؟ سرعت دیتا بالا میره. به طور نمونش فریم ریلی می باشه، نتورک های فریم ریلی یا X.25 می باشه که از X.25 استفاده نمیشه. از در سابق از استفاده می شده، ما از استفاده نمیشه. اینا نتورک های بودن که به شکل پکیج سویچینگ استفاده میشه. حتی ما شما گفته میتونیم که اینترنت امروزی ما شما به شکل پکیج سویچینگ کار میکنه. شما اینجا ببینید که یک کامپیوتر امرای دیگه کامپیوتر چی است، بخواید که کمیونیکیشن بکنه و اینجا پکیج‌دار دو وقتی دیتا به سویچ برسه، سویچ این رو تقسیم بندی میکنه و دو پکیج، و هر پکیج از دو مسیر روان میکنه. وقتی به چی رسید؟ به راوتر آخری که همراه کامپیوتر در تماسه. وقتی اونجا رسید دوباره چی میشه؟ یک جای میشه و بعد کامپیوتر مورد نظر چی میشه؟ ارسال. اگر شما ببینید، من اینجا در چی برتان نشان میتونم که پکیج سویچینگ چطور کار میکنه. شما میبینید که اینجا ما از پیسی اگر به پیسی دو بخواهید اعتماد شوی، چند راه وجود داره. یکی این مسیر وجود داره، مسیری که از سویچ دو میگذره، یکی هم مسیری که از سویچ شش میگذره، و یکی مسیری از سویچ پنج میگذره. به این شکل اگر یک تا اینا ای تو ارتباط داشته باشد، در صورت یک مسیر دیگه از اینجا به این شکل میشه. خود چندین مسیر اینجا وجود داره که چی است؟ برای انتقال دیتا به کار میره. هرگاه ما داشته باشیم 5 ام بی 15 ام بی رو در نظر میگیریم، 15 ام بی دیتا داشته باشیم و از کامپیوتر یک به کامپیوتر دو بفرستیم، خود پکیج سویچینگ تکنیکس چی کار میکنه که دیتای ما را به پکیج های خرد خرد تقسیم میکنه. فرضاً ارمی 15 ام بی را به 3 حصه تقسیم میکنه و هر حصه شا 5 ام بی 5 ام بی ایشی
و پنجمی هم بی به شکل به سه پکیر تقسیم میکنه و هر پکیر نمبر میزنه. فرضاً اینا را از همدیگر جدا میکنه به شکل و برای هر کدامش نمبر میزنه. فرضاً ایشان نمبر یک میزنه، ایشان نمبر دو و دیگرشان نمبر سه. نمبر گذاری میکنه و سه پکیر را امکان داره از سه مسیر سین کنه. یکش از این مسیر سین میکنه به این شکل، پکیر یک از اینجا سین میکنه، پکیر دو از اینجا و پکیر سه را هم از اینجا. و اینا نظر به نمبر خود چی است؟ نمبر گذاری شده شناسایی میشه و این انتقال میکنه تا سویچ 4 را. وقتی که از اینجا آمد به سویچ 4 رسیدن کل از اینا دوباره در اینجا چی میشه؟ این به یک جای میشه. سویچ 15 میره دوباره از اینجا یک جای میشه و به شکل یک جایی به چی فرستاده میشه؟ به پکیر با کامپیوتر دو. خب پکیر سویچ به این شکل کار میکنه و هر پکیر از هر مسیر ممکن ارسال میکنه و این باعث میشه که سرعت نتورک بالا بره و یکی خو مسیر قبل از قبل ایجاد نمیشه و دومی که دیتا ها از چندین مسیر انتقال میکنه و در اونجا یک جای میشه و این خوب است. اما بدی های خودم داره. بدی هایش این هست که امکان داره کدام پکیر در آ گم شوه، چون از چندین مسیر میره مسیر مشخص نیست، پکیر امکان داره چی شوه؟ لوز شوه. و بازم تکنیک های دیگه هست که میتونه ایره این کنکشن پکیج سویچینگ را مور ریلایبل یا قابل اطمینان پذیرش بالا ببره. مانند تی سی پی می باشه که اگر پکیج نرسید دوباره سینگ کنه، اگر نرسید دوباره سینگ کنه، ری ترانسمیت کنه. این بود درباره پکیج سویچینگ. و همچنان سل سویچینگ می باشه که در سل سویچینگ در این نوع از ارتباط داده ها به واسه هایی که به اندازه ثابت که سلول نامیده میشه یا سل نامیده میشه تقسیم میشه و به آنها یک هیدر اضافه میشه و که برو ما شما ترگم گفته میتونیم یک معلومات اضافی سر از اضافه میشه و به شکل چی؟ به شکل سل، به شکل سلول یک جایی مثلا حجم زیادی دیتا یک جایی چی میشه؟ سن میشه. به شکل بیرس نیست یا به شکل چی نیست، بلکه به شکل سل یا سلول است. یک مقداری بزرگی چی است؟ دیتا یا یک بسته بزرگ یک جایی سن میشه به این شکل. دیگه لیبل سویچینگ هست این شکل چی هست؟ به شکل سل سویچینگ میمانه، لیبل بندی میشه و هر لیبل از خود نمبر داره و دانه به دانه سن میشه و در هر راوتر که میرسه راوتر سرش یک نمبر اضافه میکنه و این کار توسط کدام لایه اجرا میشه؟ لایه توسط لایه دو یا دیتا لینک لایر این کار انجام میشه. لیبلینگ، وظیفه لیبلینگ. اینجا در شکل شما میبینید که دیتا ها به شکل لیبل از یک راوتر به راوتر دیگه انتقال میابه و در راوتر آخری که میرسه لیبل ها را میبرداره و دیتا های اورجینال را چی میکنه؟ دیتا اصلی را از او استخراج میکنه، به شکل کار میکنه. خب تا امروز ما شما درباره میتود های انتقال دیتا ها بحث کردیم که عبارت از سرکیت سویچ بود، پکیج سویچ بود، سیل و لیبل سویچینگ بودن که تکنیک های هستن که در بخشی وان کنکشن یا در نتورک های وان مورد استفاده قرار میگیره. خب اینجا درس ما شما ختم میشه و تشکر از توجه شما.